الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد قال الله تعالى في محكم كتابه وهو يعظ المؤمنين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. با درود و سلام خدمت شما عزیزان و بیننده برنامه در مهمانی ملکوت، امیدوار هستم صحتمند و سرحال باشین. طاعت عباداتتان به درگاه پروردگار جهانیان قبول و مقبول باد. سوره مبارکی یونس: پروردگار جهانیان مهربانی میکنند که شما در هیچ حالت نیستین و حتی آیه از قرآن نمیخوانین و هیچ عمل انجام نمیدهین الا کن علیکم شهودا، مگر این که ما بر شما شاهد هستیم. و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، باندازی یک ذره هم عملکرد فرزند آدم نه در روی زمین و نه در جو آسمان از دید پروردگار پنهان نمیمانه. ولا اصغر من ذلک، و از این یک ذره نه بزرگتر و نه کوچکتر، ولا اکبر نه بزرگتر، الا فی کتاب مبین، مگر این که در کتاب آشکار ثبت میشه و درج میشه، یا ثبت شده است و درج شده است قبل از قبل. از آن بیننده برنامه در مهمانی ملکوت امروز خوشبختانه افتخار حضور عبدالقادر قلاتوال نماینده مردم زابل در بولیسی جرگه افتخار حضور شانه داریم. ولی قبل از اینکه با جناب وکیل صاحب سر به صحبت باز کنیم، از قاری صاحب معزز محمد فیاض ادیب خواهش مندیم تا به تلاوت کردن چند آیه از کلام الله مجید برنامه ما را ملکوتی تر بسازه. در خدمت شما هستیم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، وما وما أدراك ما هي،
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. بای براز سپاس و امتنان از جناب قاری صاحب معزز محمد فیاض ادیب که با تلاوت سوره مبارکه القارعه فضای برنامه ما را ملکوتی تر ساختند. افتخار حضور جناب وکیل صاحب عبدالقادر قلاتوال نماینده مردم زابل در ولسوالی جرگه را داریم. شماره واتساپ روی صفحات تلویزیونتان زیرنویس شده، اگر سوالات دارین با جناب وکیل صاحب میخواین شریک بسازین، انشالله که این سوالات ما طرح خواهیم نمود. جناب وکیل صاحب خیلی خوش آمدین با برنامه. سلام و احترام خواست به شما، همکارای تکنیکی و نشراتی و همچنان به بیننده محترم تلویزیون یک تقدیم میکنیم. ما در خدمتتان هستیم. زنده باشین جناب وکیل صاحب معزز، ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. امیدوار هستم که روزهای ما مبارک رمضان هم انشاءالله به خوبی سپری شده باشه. بله صاحب، تاوالی خود که امروز 21 هستن. بله. و مهربانی خداوند خوب گذشته. بله. از این بعدش هم خدا مهربان است. جناب قلاتوال صاحب، بیاین که از زابل شروع کنیم. بله. ما روزهای قبل در برنامه نماینده های ولایت کابل داشتیم یا سایر ولایت های دیگه مثل هرات یا بدخشان، اونا به اندازه کافی در ارتباط به این ولایت ها صحبت کردن. از لحاظ بس مسئله امنیتی، تعلیمی، تحصیلی چقدر کار شده، چقدر عقب ماندن؟ مخصوصا امروز ما در یک شرایط خیلی اساس قرار داریم، تعداد یا نمیفهم کی دقیق تر است یه ادعا یا خیر میگن 70% اقتصاد ما بخاطر شیوع این ویروس کرونا ضربه زده شده است. وضعیت مردم زابل چگونه است در این اواخر؟ ما میخواییم که نخست از نگاه موقعیت جغرافیایی ولایت زابل یک مقدمه و صحبت کوتاهی داشته باشیم. ولایت زابل در حوزه جنوب غرب کشور موقع داره، دارای 2 ولسوالی است و 17300 کیلومتر مربع مساحت دارن، با اروزگان و غزنی و قندهار و پکتیکا و همچنان 73 کیلومتر ساحه مشترک با خط فرضی دیورند دارن، یک سرحدی دارند و تقریبا در حدود 8 لک الی 9 لک نفوس دارن. در سال 1341 ارتقا کرده به ولایت و 56 سال میشه که ولایت هستن. ما متاسفانه با سابقه ای که دارن 3 نماینده در ولسی جرگه دارن، ما ولایت هایی داریم که بسیار وقت کمی ارتقا کردن به ولایت، ولی 2 نفر و 3 نفر نماینده داره. اول از این میجه یک برخورد دوگانه صورت گرفته در حق ولایت زابل، و در قدم دوم باید عرض کنیم که ولایت زابل یک ولایت بسیار عقب مانده است. سطح تعلیم و تربیه خاصتا معرفه باید بگویم براتون بسیار پایین است. ما وضعیت امنیتی خوب نداریم و همچنان اداره بسیار ضعیف و مفسد فعلا اونجا حاکم هستند. ما چند نمونه فساد از وار حضورتان عرض میکنیم که بیننده محترم تلویزیون یک هم ببینن و از همین راه میشه که مسئولین بلند رتبه دولت هم بشنون. یک نمونه شانه براتان میگیم که یک اختلاس 274 میلیون افغانی است. از ماه جدی الا چند روزی پیشتر، یعنی تا 3 حمل هم، یک کانتینر در شهر قلات از دروازه دخولی غربیشان به امر والی صاحب فیلی زابل مانده شده بود. از هر موتری که اموالی را از گمرکات سرحدی هرات، فران، امروز و قندهار منتقل میکردن به کابل، دمی دروازه از پیشان 10000 افغانی اخاذی صورت میگرفت. ما به امر حکومت یا خواست دل خود می آیم مالی سر قسم می آیم سیب، ولی بسیار مردم به تنگ آمدن. بالاخره ما چندین بار مراجعه کردیم، خودم رفتیم به ولایت زابل، اشخاصی که اوجه بودن
ویدیو کردیم از طریق فیسبوک نشر کردیم، از پرسان کردیم که شما متعلق به کدام اداره هستید. یک دفعه میگفتن که ما مربوط به ترانسپورت هستیم، یک دفعه میگفتن که ما مربوط به گمرک هستیم. ما آمدیم پیش سرپرست وزارت ترانسپورت که از اون موضوع رو مطرح کردیم، رئیس منابع بشری رو خواست، اونا گفتن که نه به این آدرس ما هیچ چیز نداریم. پیش موین صاحب گمرکات رفتیم که از قدرت صاحب که از صحبت کردیم، اونا گفتن که به این آدرس ما هیچ چیزی نداریم. بالاخره عرض شدیم به مقام لوی سارنوالی، به شخص لوی سارنوال رفتیم. لوی سارنوال گزارش خواست از سارنوالی استناف زابل، چون ما حق تحقیق نداریم. ماده 134 قانون اساسی صراحت داره که تحقیق تنها وظیفه لوی سارنوالی است. استناف زابل نوشته کردن که این تا جایی که ما تجسس و تحقیق کردیم اینا متعلق به اداره دولتی نیست. پس دوباره برشون حکم دادن که شما عاجل اقدام کنین در مورد انتقال کانتینر و عاملین قضیه را گرفتار کنین. و تقسیم اوقاتی از چی بودن که در هر 20 روز و 25 روز همی پرسنلش تبدیل میکرد. ما که رفتیم یک مردم بودن و وقتی که دوی حمل ما زابل رفتیم، نماینده قماندانی امنیه، نماینده چارنوالی، رئیس شورای ولایتی، ما رفتیم. کانتینر از اوجا با جرثقیل انتقال کردیم با محوطه چارنوالی استناف زابل. از این مردم ها پرسان کردن که شما مربوط با کجا هستین؟ ما را میگفتن که ما فرمان داریم. فرمان کی دارین؟ فرمان رئیس جمهور دارین؟ بفرمایید. نه، فرمان کتی والی صاحب هستن. از والی صاحب پرسان کردن، والی صاحب من خبر ندارم. نه، خبر داره. چون شریک بودن در این قضیه. شریکی ز قضیه هستن. ما اینمی یک نمونی شو براتون آوردیم. و حال فضل خدا خوب به ای هستن که قماندان امنیه نو به نام حکمت الله کوچی کسی رفتن و تا حد توانسته دمی 4 روزی که اونا 5 روزی که رفته جلوی فساد تا یک اندازه بگیره. و ما برشان پیام دادیم که ما من حیث نماینده زابل تا وقتی که شما برای خدا و قانون افغانستان برابر باشین ما از پشتیبانی میکنیم از پیشتان. و هر وقت که خدا نخواسته خدا نخواسته اگر شما منحرف شدین از مسیری اصلی، باز ما هم منحرف میشیم، طرف قانون منحرف میشیم. البته و یک نمونه ای را براتون گفتیم. ما در ولایت زابل دمی ولسوالی هایی که فعلا دا ولسوالی در تشکیل هستن، تقریبا 4-5 ولسوالی ما از موقعیت اصلی خود در جای دیگه فعال هستن و شکل پوسته امنیتی هستن. اونا مردم با ایشان روابط ندارن. مثلا ولسوالی دای چوپان فعلا ولسوالی خاک افغان و دای چوپان تحت حاکمیت مخالفین دولت است. ولسوالی ارغنداب که اصلا در منطقه سیاگز میگن، در اوج قبلا بودن، در منطقه باغ آمدن، در باغ هم در شکل یک پوسته است. ولسوالی میزان ما همچنان از جای به جای یک 20 کیلومتر در عقب آمدن، در منطقه کمپ مسعود میگن، در اوج فعال است. ولسوالی نوبهار ما نزدیک به ولسوالی شینکای دایمی منتقل شده. ولسوالی تغر و شمالزی ما به شکل پوسته است. و ماندن قلات، در قلات هم امی اداره اگر باشه ما به متیقن هستیم، چون هوا گرم شد، جنگ های موسمی آغاز میشه و شاید خطرات زیادی مواجه باشه، برشان متوجه باشه. و از امی تریبیون شما، از امی وسیله تلویزیون، از جناب رئیس جمهور احترامات قضا میکنیم که طرف ولایت زابل یک توجهی داشته باشه و تغییرات بنیادی که فعلا ضرورت هستن در ولایت به وجود بیاره. ممنون جناب وکیل صاحب. زمان شما صحبت میکردین به یادم یک بیت از شعر افتادم که میگه اگر از باغ رعیت ملک خورد سیبی برد خادمان او درخت از بیخ. واقعا چنین است. از آن بیننده برنامه در مهمانی ملکوت در محضر جناب وکیل صاحب قلاتوال قرار داریم. میریم به وقفه کوتاه، دوباره باز میگردیم، در خدمت شما است. با درود و سلام مجدد خدمت شما عزیزان بیننده برنامه در مهمانی ملکوت. امروز با پزشک زبان ما لکنت پیدا کرده و او به این سبب است که جناب قلاتوال صاحب بالاتر از عمر ما که ما دارم در رسانه کار کردن و نمیخوایم دارشون تعریف کنم. یکی از علاقمندای سرسخت جناب قلاتوال صاحب از ما پدر بزرگوار استاد وفایی بودن که همیشه
جناب قلات ول صاحب که تلویزیون ملی برنامه می داشت و از پیشان قضا نمیشد. تشویق شما از این خاطر ما واقعا امروز یکی از محبوب ترین و مورد علاقه من ترین گردانندای تلویزیون ملی را در کنار خود دارم. و گذشته از اینکه شما نماینده یک ولایت هستین، از این خاطر از بیننده های عزیز می خواهیم که امروز مرا تحمل کنند بر شکل کس. جناب وکیل صاحب معزز، بدون شک که ویروس کشنده کرونا تاثیرات منفی خود روی بسای اجتماعی سیاسی در تمام بخش ها گذاشته است. در بخش یا در کل اقتصاد ولایت زابل چی تاثیرات منفی مانده از شما میشنوید؟ اولا خو از حسن نظرتان در مورد خود ما تشکر بسیار زیاد خواهش میکنم باکس. از تشویقتان در قدم دوم باید عرض کنیم که نه تنها در ولایت زابل بلکه در تمام افغانستان اقتصاد مردم افغانستان سخت ضربه زده، طوری که در مقدمه شما فرمودین احتمالا شاید تر 70% اقتصاد مردم از ضربه دیده باشه و جبرانشان هم مشکل هستند که ما بتانیم پس اقتصاد خود و همچنان در جهان هم همین شکل یک معضل و یک مشکلی با وجود آمده. در ولایت زابل که جزء افغانستان هستند ما تقریبا 8 روز میشه که از ولایت زابل آمدیم. وضعیت مردم واقعیت هم که یک اندازه موادی را که از اینجا انتقال کرده بودیم و اونجا توضیح کردیم برشون، واقعیت هم که حالت مردم طوری بودن که شما اعتبار کنید که وس و توان و قدرت در نان خشک افطار هم نداشته. حتی کسایی را ادرس داشتیم که فقط می گفتن که در یک ماه روی روغن ندیده که روغن چه قسم است و افطار خود هم فقط با نان خشک و یا با چای. بر صورت حالتی هستن که به خاطر جبرانشان اول مسئولین حکومتی در قدم اول مسئولیت دارن که توجه خاصی داشته باشه و در قدم دوم تقاضای مردم افغانستان از جامعه بین المللی هستن که فراموششان نکنن و مردم در حالت فلاکت بار زندگی میکنن، مردمی که شما اعتبار کنین که امی کسایی که تا پارسال هم برای ما تلفن میکردن که ای کار ما هستن به مشکل ما حل کنیم، امروز که برای ما زنگ میزنه و بله از خدا کتی ما کمک نان خوردن نداریم یک، ولی همین 3 روز و 4 روزی که در ولایت زابل از طریق نانبویی توزیع نان آغاز شده یک اندازه شیما برای مردم دادن، اما اکتفا نمیکنه و بازم از ایچ کده خوب هستن و از حکومت هم در این بخش تشکر میکنیم که توجهی نه تنها بر ولایت زابل بلکه به 34 ولایت افغانستان داشت و داره و یک اندازه که زیادتر شوه خوب هستند و ما فکر میکنیم که اگر با همین منوال وضعیت ادامه پیدا کنه از بعد بتر میشن، خوبتری هستند که تدابیر جدی پیش از پیش باید داشته باشیم، خاصتا در مورد قرنطین تو وضاحتی فعلا موجود نیست. وزارت صحت عامه هم ارقام هر روزی که اعلان میکنن، ما شما پیشتر دیدیم که ارقام از 5000 هم بلندتر رفت. یک تشویش کلان هستن. از قدمی در قدم دوم باید عرض کنیم که ما که در شهر کابل هم میگردیم میبینیم که مردم فعلا قرنطینه شکستانده، اطاعت به راهنمایی های مسئولین سیاسی ما نمی کنن. خدا کنن که مبدل به یک فاجعه نشوه و یک تو یک حالتی با وجود نبیه که از کنترل خارج شوه. همین تشویش که تمام من مردم موجود هستن و هر اندازه ای که وزارت سیاسی ما لازم می بینن مسئولین طبی و صحی باید تطبیق شوه و در رعایتشان از مردم هم تقاضا مندیم که توجه جدی کنن. در غیر از او خدا نخواسته اگر یک نفر بگیرن انتقال میشه با فامیل و انتقال میشه با همسایه و ما می محیط تو که ما و شما زندگی میکنیم باز جلویشان بسیار مشکل هستن که گرفته شد. بله. و ما یک خواهش از مسئولین صحی همی میکنیم که همی روزا یک اندازه تبلیغات کم شده، همی کم شدن تبلیغ هم برای مردم یک سوال پیدا کرده.
که چرا چند وقت بیشتر بسیار جدی بودن، تبلیغات هم جدی بودن و مسئولین امنیتی هم برخورد جدی میکردن. آیا در شیوع ویروس چیزی بهبود به وجود آمدن که یا عوامل دیگه هستن که امی حالت قرنطین در حالت شکستاندن هستن؟ اینی میره اگر یک توضیح بتن خوب تر است. خیلی خوب میشه. جناب وکیل صاحب، بعد این مدت که شما نماینده مردم ولایت زیبای زابل بودین، در کل چی تغییرات آمده، در کل چی پلان هایی دارین در آینده بخاطر بهبود وضع مردم رنج کشیده ولایت زابل؟ سوال بسیار خوبی هستن. ما دو چیز اولویت دادیم، خدمات صحی و همچنان ارتقای سطح دانش در بخش معرف. و همین دو نقطه فوکس زیادی داریم. ما توانستیم که در 3 سال تلاش های زیادی شفاخانه 100 بستری ولایت زابل که مراحل بسیار مغلق و پیچیده تدارکاتی داشت او را طی کنیم. و شما اعتبار کنین که امیل از اگر وزیر سبی سیعتمان صدای ما را میشنون شاید قبول کنه، در اخبار هواد هم اونا ذکر کرده بودن که یگانه شخصی که در این مورد تلاش میکنه قلاتوال هستن و یگانه شخصی هم هستن که در امورات ما تشبست نکده، خاصتا مسائل قرارداد و ایگپایشان و متعلق به اونا میشن. ما همیش که مراجعه کردیم برایشان گفتیم که سرعت کار. بعد از 3 سال ما توانستیم که شفاخانه منظور شوه و تقریبا حال کار تعمیرشان هم 85% پیش رفته، احتمالا شاید 1 ماه 1.5 ماه بعد افتتاح شوه. همچنان به ارتباط انتقال مؤسسه اکادمیک، مؤسسه تحصیلات عالی به نام پانتون، توانستیم که در 2 جدی 96 کمیسیونی که به خاطر ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی در وزارت محترم تحصیلات عالی موجود هستند و تماس های متواتر پوانتون رو ایجاد کردیم. او هم تقریبا 2 سال تلاش کردیم و پوانتون فعلا به نام پوانتون میرویس خان نکه یاد میکنن. پوانتون خصوصی است یا دولتی؟ نه، دولتی است. دولتی است و خصوصی ما نداریم. خب. و حتی همچنان مکاتب خصوصی فقط 1-2 مکتب خصوصی وجه هستند. دیگه مشکلات فوق العاده زیاد موجود هستند. و تماما دستاوردهای ما شکل مصور و مستند ما در 3 جلد کتاب را چاپ کردیم. 1000 جلد یک دفعه چاپ کردیم، 1000 جلد هم باز چاپ کردیم. و در وقتی که در کمپاین های سال گذشته که چون بار دوم کاندید شدیم، هر موکل ما که پیش ما می آمدن ما برشان می گفتیم که شما از ما پرسان نکنین که چی کردی، همین 3 جلد کتاب را مطالعه کنین. و که ما در طول 7 سال و 8 سالی که وکیل شما بودیم کارهایی که انجام دادیم، خاصتا در بخش جلوگیری فساد، ما اوج شاروالای مفسد در شهر قلات داشتیم، با 3 شاروال مواجه بودیم. و همین چلنج های برای مردم خودم چند وقت پیشتری که ما در مسجد ادکا یک محفلی را ترتیب کرده بودیم، تقریبا برای 2000 نفر دعوت داده بودیم و همیشه چلنج هم دادیم که ما با 3 شاروال مواجه بودیم، شما اینال 1 نمره زمین قلاتوال در امی پروژه که ماستر پلان پیدا کنید پیدا کنین. غیر از امو جای پدریم که و جای شخصیم که فعلا ما در اوجه بوده باش داریم، غیر از امو دیگه شما برای ما پیدا کنید که چی داریم. و این حق مردم ما هستن که با وکیل خود باید حساب کنن و وکیل هم حق داره که با مسئولین حساب کنن، با مردم خود حساب کنن. ما طرف شما که میامدیم، چون قبلا ما یک آنانس از طریق فیسبوک دادیم، ما امروز میمان برنامه در افتاری تلویزیون یک هستیم. یکی از برادرها به نام کامران ننگ از پیش ما یک 3 سوال کرد، اگه اجازه شما باشه مهربانی ما میره به پشتو صحبت کنیم که چون خودشان بفهمن. مشکل نداره، مشکل نداره. یه پختنه دارو ترمو کرده چه آیا تاسو دعوی هستی چه پزابل که امنیت سته؟ زورت هم چی نه، ځکه امنیتی کړۍ زموږ ډېره تنګه سوې ده. او که چېرته په دغه شکل باندې یا د کورنیو چارو وزارت یا د ملي دفاع وزارت یا د ملي امنیت ریاست زیاته پاملرنه ونکړي، شاید مشکلات زموږ نور هم زیات سي. او د کورنیو چارو د وزارت سره په ځانګړې توګه څخه دا تقاضا کوم چې د زابل پولیس اکمال کړي. بله پوښتنه له موږ کړې وه چې تاسو په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې ذهني بدلون منځ ته راوستی دی، زه ورته وایم چې بلې تر خپله توانه پورې. هغه چې زموږ په توان کې دي
هغه چې اول به زه غواړم چې د دغه قدرمن ورور ننګ صاحب ته زه د وکیل دندې ورته تشریح کړم. د ملي شورا غړی یا وکیل د ولسي جرګې درې عمده دندې لري: د قوانینو تصویب، د حکومت پر اعمالو باندې څارنه او نظارت، او ښه استازیتوب. ښه استازیتوب جز د خپلو معکلینو مشکلاتو ته رسېدنه ده. زه به دا ورته عرض وکړم چې ما خپلو معکلینو ستونزو ته الحمدلله په وخت او زمان باندې رسېدنه کړې ده. دا اوس چې زه ستاسو د خپرونې طرف ته راتللم، ماته د هلمند د ګرشک نه یو زنګ راغی. څرنګه چې زما ټلیفون لمبرونه د ټولو ډریورانو سره دي، یو ډریور ماته ځان معرفي کوي، وایي زه هغه ډریور وم چې په قلات کې راګرځولی وم او ته راغللې، خلاص دې کړلم. اوس یې په ګرشک راګرځولی یو په دې نوم باندې چې تاسو غیر قانوني شیان رابر کړي. ما په هماغه لحظه باندې د هلمند والي صاحب جنرال صاحب یاسین خان ته زنګ ووه، د کور آباد وي. دوی د ګرشک ولسوال ته هدایت ورته ورکړ چې تاسو لاړ شئ صحنه له نږدې وګورئ. بېرته هماغو ډریورانو ماته زنګ ووه چې کور دې ودان، موږ یې راخوشي کړلو، چون غیر قانوني شپږ ساعت هلته درولي وو په دې ګرمۍ کې په دې روژه کې. او له موږ نه ولسوال هم معذرت وغوښته، او زه له همدغه خپرونې د لارې نه د هلمند د محترم والي صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم چې ماکلینو ته رسېدګي وکړله زموږ ماکلینو ته. او بله درېمه پوښتنه له ما د ویرې سوله د دې ورو خیر پار ساعت که په ذهن کې مې راغله، به ځواب ورته ممنون اسما جنوب وکیل صاحب. اگرچند به میان برنامه کوتاه نزدیکتر شده میریم، یک چیز بگویم که مشیر جالب است، میگه تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. بله. امی که شما صحبت کردین، اخلاصتان، درایتتان، زحمتتان، چقدر سعی تلاش میکنین بخاطر بهبود وضع مردم ولایت زیبای کابل. پروردگار انشالله که در پرونده زابل، بله، پروردگار در پرونده نامی اعمال خیر شما را نشر کنه. بنده همیشه فراموشکار است، ولی الله هیچ وقتی را فراموش نمیکنه. دوستان عزیز، برنامه در مهمانی ملکوت شما روی صفحات تلویزیونتان، دوباره تکرار میکنم، شماره بانکی را مشاهده میکنین. این شماره بانکی را یادداشت کنین، از طریق نیز میتونین که هموطنان به بضاعت ما را دستگیری کنین، و همچنان شماره واتساپ به خاطر طرح سوالاتتان و همچنان نظریات، انتقادات و یا ای که از سفره های زیبایتان تصاویر روان میکنین، از طریق انشالله ما به دست نشر میسپاریم. زکی عزیز در اتاق فرمان میگه که میان برنامه کوتاه آماده نشر است. میریم با هم یک جا این وقفه را دنبال میکنیم، دوباره باز میکردیم، در محضر جناب قلاتوال صاحب نماینده مردم ولایت زابل قرار داریم. با درود و سلام مجدد خدمت شما عزیزان بیننده برنامه در مهمانی ملکوت. در این بخش از برنامه بازم یکی از فامیل های به بضاعت ما در برنامه دعوت کردیم. یک پدر 80 ساله است که فکر میکنم از لحاظ شنوایی هم مشکل دارن. من امیدوار هستم که جناب وکیل صاحب بتواند در این بخش ما را کمک کنه، چون نزدیکشان نشسته است. اگر صدای ما را اینا نشنید و سمشان برسانه. خیلی خوش آمدین کاکا جان به برنامه. میگه خوش آمدین. سلامت باشی. سب خیر باشی. زنده باشین. مشکلات زندگیتان همیشه مختصر به دوستا کتشان شریک بسازین. خدا عمرتو بده. مشکلات زندگیتا میگه مختصر هم نگه بگوین. چه مشکل دارین؟ مشکل داره با شاسه رو باید بیدن. بره بگو بیارید. بیار بزاره. گوشه با پتر بیا. نه شما صحبت کنین. صحبت کنین. اما همشین همونجا باشه. خیر. مشکل داره که ما کاریگر نداره. یک بچه دارشون شهید شده. چهار تا اولاده از پیش بابا ده. سرش خونه پدر رو خوراف. بچه بزن گرسو کرده. چی از او دسته رو بافتید. مشت ککایش. تو بکی باشه. بچه تانه ده کجا از دست داده؟ در چهار ده صدارت هست. شهید شد. انتحاری، عمله انتحاری. کسی نیست که شما را کمک هم کاری کنه؟ ما هیچ کسی کمک نکرد بابا. واقعا جناب وکیل صاحب بسیار یک حالت بعد آمدن واقعا هم که ما بیشتر به یک تبصره کوتاهی داشتیم که در حالت مردم افغانستان بسیار در حالت همی پدر یک نمونه خوبشان است. یک خوره مفته شیستند، یک نفر مفته شدم در خوره، خورم ندارم.
اجازه تان هستم یک پرسم کنم؟ مهربانی. وقتی که بچه شهید شد، سرپرستی خانه را کی میکنه؟ من بی خودم بودم. دیگه کرده ای. دیگه کاریگر ندارم. دیگه بچه هم داری در خانه؟ نه. دیگه بچه هم ندارم. چهار تا شکر که از او موندم. سر از خونه پدر خورم. او اگل بس. الحمدلله که ابو از پیش با شکرش. بسیار زیاد یعنی گلون انسان رو بغض میگیره دیست نمیتوانادم چی صحبت تعلیق شما رو مشنمیم جنابه تعلیق شما رو گفتم مشنمیم بسیار ببخشین که من گلون ما گرفت وقتی که حالت اینا رو دیدم فرزند خدا عزیز دارم دیگه کسی هم نداره که کار کنه و دیگه چقدر سخت از فقر و بیچارگی و در بدری با کسی واقعیت هم جای افسوس هستن که و ما شما غیر از دعا و که به دربار خداوند دستای التجا را بلند کنیم و که به فضل و کرم و حکمت خود همی حالت از مردم افغانستان دور کنه دیگه از یک طرف جنگ هستن، از یک طرف کرونا هستن، از طرف دیگه مشکلات سیاسی که در وطن موجود هستن از سیاسیون خود همی تقاضا میکنیم که به حالت مردم خود رحم کنن تا که رحم نکنه خداوند سرشان رحم نمیکنن و فرموده خداوند جل علا شانهو هستن میگن تا که شما در نفس های خود تغییر نبیارین ما در وجود شما تغییر نمیاریم ولی لحاظا لازم هستن که ما باید در همه عمل کرد خود باید تغییر بیاریم و دل بسوزانیم مردم های بی بزاحت حداقل دستگیری کنیم دست بتیم برشون ما هم به نوبت خود چیزی که فعلا در توان داریم میخواییم که از طریق از برنامه شما و می پدری که فعلا اینجا موجود هستن اگه اجازه شما باشه مهربانی شما فقط می برگ سبز و تحفه درویش یک 10000 افغانی اگرچه بسیار کم هستن ولی همین چیز را خواهشمندیم که شما و اونا بنده محترم با چیز زیادی قبول کنن و تسلیم کنیم برای مهربانی بفرمایید وکیل صاحب پدر امی یک 10000 افغانی هستن از طرف ما یک افطاری تان میشه یک چند روز افطاری تان میشه شما میره قبول کنین به یک چیزی زیاد قبول کنین نمیره قبول باشه خدا خیراتتون را قبول کنه ما اگر چه داره به خدای کارگر ندارم سرم خدا باشه بیکار بیچارا یک چیز بگردم بگشتم آن جمعی زن خوراتم امی بچه چه کار میکرد؟ بچه عسکر بود در کجا؟ در چه بود؟ در قرقه بود کجا بود؟ در چاره صدارت شهید شد وقتی که بچه شهید شد حکومت چیزی کمک کردن مراجعه؟ نه شما مراجعه کردین؟ نه شما هم وثیقه و امی امتیازاتی که بعد از شهادتشان باید برش داده شود چیز را ترتیب کردین؟ نه هیچ من راهنمای کسی نکردم همین یک وسیله خوب هستن همین برنامه که آدرس شما آدرس در کجا هستن در کجا میشینین پدر بعد پاتیرو دسرای جیرک خب پاتیرو دسرای جیرک حداقل یک کسی از دخانه شون باشه از اقارب نزدیکشون که همین بعد از ترتیب وثیقه یک حقوق شان هستن که اونا برش اولا میشن کاش که ما یک کسی در خانه از یا باشه که یعنی اگر آدرسی مشخصی همی خواهر ما و کاکا داشته باشه ما حاضر به می هستیم که خود ما تمام مراحل شتای کنیم و امو حقوق و امتیازی که بچهش داشتن از یقل اونمو خبر اولا شود مستفید شو از امو امتیازشون خیلی جناب وکیل صاحب امیدوار هستم که هرچی زودتر مشکل اینا حل شود بخین من های فهمتا فرمان چند دقیقه به آزان محمد پرسد داره سه مدل که در بر ابو هستم در سره دیرک سه مدل که تو مادم خونه خدا خونه نوان در بر ابو هستم مف شد یاد بره خب دوستان عزیز از شما تمنا میکنم در لحظات بسیار اساس و حیاتی قرار داریم افطار نظر به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعای شخص صائم و روزه‌دار هیچ وقت رد نمیشه
دعا کنین که پروردگار جهان ما را از این مشکلات چه زودتر بیرون کنه. با سلام مجدد بخش اخیر برنامه از دوستان عزیز سپاسگزار هستیم از بنیاد وحدت نماینده مردم کابل توفیق وحدت که در این برنامه حاضر خانم رازیه را 5000 افغانی کمک کردند و همچنان بنیاد قول وطنی که بسته مواد خوراکی را به خواهر ما حوریه تسلیم میکنند. جناب وکیل صاحب معزز سپاس از اینکه دستگیری کردین. خواهش میکنم. پروردگار در احسانات شما حساب کنه و ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. سلامت باشین. از شما زیاد تشکر و از مسئولین برنامه زیاد تشکر. از رهبری تلویزیون یک تشکر که ما را یاد کرد، باید خداوند باشه. با امید از اینکه دیگه سر و صداهای جنگ نشنویم و در آخر اگه وقت بسیار اگرچه کم هستن ما میفهمم، فقط یک چهار بیتی یک شاعر هستن که وی چه بیاد تو را پورته نیسی او نصر پوین و رنگ سی خالق دغه جنگ دیده وطن آخری جنگ سی و کزرون نصر ورکو و لاسون نصر یو کو دا کانی بلالو نو دغه بوچه بلالو. ممنون جناب وکیل صاحب. این بود برنامه امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه فردا و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.